کوچکترین اتفاقی که تو شهر میافتاد احضارش میکردن. همیشه نگران بود و استرس داشت که نکنه سر یه ماجرای بازداشتش کنن تو درد سر بیفته. حالا واقعا پدرت هیچ کار سیاسی نمیکرد؟ نه بیچاره، فقط واسه خودش برگه سیاه میکرد. خودش میگفت داره کار تئوریک میکنه. خب آخه وقتی خیلی کار خاصی نمیکرده منطقی نیست پاشه بره شوروی. باید جای بابام باشی تا بفهمی. اینکه آدم هیچ وقت احساس امنیت نکنه نه از همه چیز بدتر. میتونم درک کنم، ولی به نظرم پدرت خیلی تو رو دوست داشت. به نظرم بهتر بود تنهاش نمیذاشتی. نمیخواستم برم یه کشور دیگه که راحت باشم. دلم میخواد بمونم و اینجا رو بسازم. پدرت رفت؟ روزی که من میخواستم بیام قرار بود پس فرداش بره. یعنی تقریبا میشه چند وقت پیش؟ تقریبا 2 ماه پیش. توی این مدت تو مسافرخونه های زواری شهر قم بودم تا اینکه ناصر خبر داد بیام تهران. بهت گفتن قراره با کی زندگی کنی؟ آره. نظرتم پرسیدن یا نه؟ تو کار تشکیلاتی نظر عضو ساده مهم نیست. تو چی خبر داشتی؟ نه خبر داشتم نه کسی اصلا در این مورد نظرمو پرسید. معقوله، کار تشکیلاتی همینه. بعد اما که قراره تا آخر عمرمون با هم باشیم که کارمون تمام شه، کدومون دنبال زندگی خودمون. من اگه وارد تشکیلات نمی‌شدم قرار بود تا 1-2 ماه بعدش ازدواج کنم. منم قرار بود با پسر داییم ازدواج کنم. تا پای نامزدی هم پیش رفتیم. ولی من زیر بار نرفتم. هر دفعه یه بهونه ای آوردم. خیلی هم خوشم نمیومد ازش. ولی خب دلم براش میسوزه. نمیدونم الان چه حالی داره. هنوز دوستش داری تو؟ زاخسی منو چوب میزنی؟ من جسارت میکنم تیمسار. رفت آمده من به خونه دکتر کیانی رفتی به پرونده یوسف کیانی نداره. یه مسئله شخصیه. بله توی گزارش هم نیومده که شما تو اون خونه رفت آمد داشت. حالا دلیلش چی بوده؟ به تو چه ربطی داره؟ بس که حالیت نیست با کی طرفی؟ ارادت من رو نسبت به خودتون میدونید تیمسار. پس ببند اون دهن تو. اگه من دهنم رو ببندم فردا پس فردا یه گندی از یه جایی بخواد بیاد بالا اول از همه یقه ما خورده پاها رو میگیرن که غلط کردی گزارش نفرستادی بالا. دختر من رفته خونه دکتر کیانی چون سر قضیه یوسف کیانی از دست من دلخوره. شما مطمئنی که سارا خانمتون با یوسف کیانی در ارتباط نیست؟ مطمئنی که دخترتون جز خرابکارا نیست؟ اول حرفتو مزه مزه کن بعد به زبون بیار. داری راجب دختر من حرف میزنی؟ انقدر مطمئن حرف نزن تیمسار. وقتی اینطور مطمئن حرف میزنی یاد اون حرفای اون شبت میافتم که گفتی پسر دکتر کیانی قرار دامادمون بشه و خود دکترم رفیق چندین و چند ساله منه. اصلا امکان نداره وارد این بازی ها بشه. برحال من ارادت دارم. دست درد نکنه. خواهش میکنم. فقط یاد بشه در اولین فرصت بری یه سری چیز برای اینجا بخری. الان وقت این کارا نیست. باید نشریه رو آماده کنم. نشریه که فقط توضیح واضحات رو چاپ میکنه و هیچ نظر انتقادی رو قبول نمیکنه هیچ دردی نمیخوره. ناصر مگه نگفت انتقاداتو چاپ میکنه؟ این چه طرز برخورده؟ گفت دیگه. آره میگه. هر دفعه میگه. ولی هر دفعه یه بهونه ای هم در میاره. یه بار میگه خیلی نظرات تنده. یه بار میگه برای تازه وارده جده شبهه میکنه. بار آخر که گفت به مرکزیت بر میخوره. دست درد نکنه. یه خودم بخور. میام. البته اینا به تو مربوط نمیشه ها. مشکل از سازمانی که فقط دنبال بازوی عملیاتی میگرده. ببین سعی نکن ناصر رو جلو من خراب کنی.
من پشت پا زدم به زندگیم، بابامو تنها گذاشتم اومدم اینجا که بتونم آدم موثری باشم. من که گفتم به تو مربوط نمیشه. پس این حرفا رو زیر گوش من نخون. خودت هم بهشون فکر نکن. ما کلی عملیات مهم داریم که انجام بدیم. باشه. لااقل به عنوان یکی از مسئولین نشریه لطفاً یه نگاهی به این نوشته‌های من بنداز. دلم خوش بشه این نفر خوندتش. خیلی خوب، سر فرصت میخونم. آقای فیاضی، به ما دستور دادن که شما رو نذارین وارد دانشگاه بشید. آقای اسخری، این چه بساطی را انداختی؟ آخه من نباید بدونم برای چی ممنوع الورود به دانشگاه شدم؟ چه خبط و خطایی مرتکب شدم؟ حق دارین ناراحت بشین. منم جای شما بودم ناراحت می‌شدم. به هر حال دستوریه که دادن. من خودم میرم پیش آقای دکتر عزادی ازش میپرسم. وقتی به ما گفتن شما رو اجازه ندیم وارد دانشگاه بشین، یعنی حتی تو اتاق ریاست هم نمی‌تونید تشریف ببرید. حالا که اومدین دفتر ما اون نامه رو دیدین، تجریف روشنه. شما باید کارتون از جای دیگه پیگیری کنید. خدا حافظ. قطعا خبر داری که با مرتضی کریمان صحبت کردن؟ بله. پسر سرسختیه، کوتاه نمیاد، همین چیزی که تو کلشه، ولی یه جمله ای گفت که میتونه امیدوارم کنه. گفت برای رسیدن به تو هیچ قولی نمیده جز این که خوشبختت کنه. پسر عاقلیه. آخرین باری که دیدمش نظرم نسبت بهش عوض شد. شاید به خاطر ماجرای یوسفه، شاید، نمیدونم. نمیخوام ناراضی باشیم بابا. ته دلم راضی نیست. میدونی ولی شرایطی جوریه که دوست دارم رضایت بدم. مسئله اصلی من بهتر شدن حال مادرته. شرط اوضاع زمانه هم یه جوری که فکر نمی کنم تو به آسونی کسی رو گیر بیاری که از نظر فکری همراهیت کنه. البته خیال من رو هم تا حدی آسوده بکنه. قول میدم کاری نکنم شما ناراضی باشین، ولی تا وقتی هم حال مامان بهتر نشده نمیتونم به عروسی و اینجور چیزا فکر کنم. نباید یه دفعه دورو برش رو خالی کنی. میدونی سالها فکر میکردم که تو حالا توی خونه میمونی. فکر میکردم اولی کسی که ازمون جدا میشه یوسفه، میره به یه خونه زندگیش. یوسف ازمون جدا شد، ولی نه اونجوری که تو زن من بود. حالا بچه‌م چطوره خانم دکتر؟ چرا تنها اومدی؟ شوهرت کجاست؟ آها، بچه دوست نداره. دعواتون شده؟ نه، اون عاشق بچه است. به هر حال زنی که اولین بار باردار میشه تنها نمیفرستن بیاد بزشت. اون تفلک دنبال یه لقمه نونه. دو روز اینجا، سه روز بندر عباس. با این وضعیتی که شما دارین دیگه باید کارش رو تعطیل کنه بیاد مراقبت باشه. مگه وضعیتم چشه؟ یه کلمه بگم، وضعیتت خیلی وخیمه، باید استراحت مطلق کنی. متوجه شدی چی گفتم؟ بله. ظلم مانع آزادی انسان ها میشه. انسان آزاد آفریده شده، نمیشه هیچ عقیده‌ای رو بهش تحمیل کرد. اگه آزادی و آزاد اندیشی در جامعه رواج پیدا کنه، مردم کم کم تو مقدرات خودشون دخالت میکنن. اگه مردم سرنوشت خودشون دخالت نکنن، یک رابطه
قیومیت بین حاکمیت و مردم به وجود میاد و اگه این روند هم ادامه پیدا کنه استعدادهای انسانی نابود میشن و زمینه برای رشد استبداد فراهم میشه. با توجه به آیات 90 و 91 که از سوره یونس این برادر عزیزمون تلاوت فرمودن، سوال اینه چه ظلمی بالاتر از اینه که کسی آزادی مردم رو سلب کنه؟ صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله آقای دکتر رضایت دادم ولی من هنوز نگرانم. شما بی دلیل نگرانی، الان باید به فکر مقدمات مراسم خودتون باشید. خدا حافظ شما خودتون رو بذارید جای من. اگه استادتون رو اخراج کرده بودم میتونستین همینجوری راست راست را بریم برای زندگی خودتون تصمیم بگیرید؟ به خدا الهام حال روز منو داره. راست میگی، امروز یه سرور اداره سوار آدرسش که بلدی. بله ازشون خواهش کن دست سر من بردارن من برگردم دانشگاه. آج آقا مسخره میکنی؟ دقیقا آقا نمیشه کاری کرد بسر. حداقل کاری که میشه کرد اینه که دانشگاه رو شلوغ کنیم. اگه شما اراده کنید نصفی از دانشجو تحصن میکنن. اصلا و ابدا این سمت نریم. من راضی نیستم به خاطر من کسی تو درد سر بیافته. آقای فیاضی ببخشید ولی این قضیه فقط مربوط به شما نیست. اگه به این ماجرا اعتراض نکنیم وقت تبدیل به یه رویه میشه. اینا هم هر وقت که دلشون خواست میتونن یه استاد اخراج کنن بدون اینکه حتی صدای یه نفر بخواد در بیاد. در وضعیت فعلی هر نوع تجمع و تحصن درد سر درست میکنه. چه وضعیتی آخه؟ به هر حال با دست رو دست گذاشتن ما اینا فکر میکنن شیوهشون جواب داده. من دست رو دست نذاشتم، با چند تا از اساتید دانشگاه صحبت کردم، نامه تنظیم میکنم بفرستم پیش وزیر. شما هم اگه میخواین کاری بکنین یه تومار حاضر کنین دانشجو امضا کنن تو این مرحله کفایت میکنه. میشه بریم نزدیکی کلان تاریم؟ باید خود روش کار کنم کداشو در بیارم. میشه بریم یه جای خود نزدیکتر؟ آره. سینا خیلی نزدیک شده، امتحان بکن. امروز از مرکز مگر زنگ غروب گزارش مربوط به خونه زهیرون اسلام حتما گزارش داشته باشه. مرکز از بهروز قربان امرتون شناسایی مقدماتی ثبت. مرکز از رستم قربان همکار میگه هیچ نوع ماشین روتین کمیته نباید تو دید سوژه ها بره. اسلام از مرکز نفر تنهایی برای برخورد شناسایی نباید بره، یه همشیره همهاش بشه. بیارش من، بیارش من این صداش کنم. موج بیسیمای کمیته مشترکه، ثبتش کن. سینا بریم سمت شهرارا. بیارش پایین، بیارش پایین. ناصر یه سوال بپرسم. چی؟ شهرارا چه حرف به اینجا داره؟ اینجا تو مرکز شهره. بچه های خونه زریرستان اونجا رفت آمد دارن. یکم سریع تر برو، چلو تن رو همینجا 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 بایست.
میتونی یک بار نزدیک تر شو؟ نه فعلا سلام نیست. این اطراف خونه تیمی داریم؟ چی؟ این اطراف خونه تیمی داریم؟ نمیدونم چه تو مگه؟ چیزی شنیدی؟ برو جلوتر من پیاده میشم شما بری سمت خونه هاتون. سارا با این کاراش برای من آبرو نذاشته. گزارش کردن رفتیم خونه کیانی برای دیدنش. اصلا سارا چرا باید اونجا باشه؟ الهه زنگ زد برای مراسم عقد دعوتمون کردن. تو که میای؟ اینا چی تو سرشون میگذره تو این شرایط؟ بهمون احترام گذاشتن. تو چی تو سرته؟ اون خونه خونه یه خرابکاره. ساواک 24 ساعت اونجا رو تحت نظر داره. منو باش. فکر میکردم تو میخوای دخترتو از اونجا بیاری بیرون. نگو خودت هم میخوای بری اون تو. یه خانون ساده است. به این برنامه هم سارا رو میبینیم. کامران من میخواستم یه کامران من تو چی؟ حالم خوب نیست. چه شده تو؟ هیچی. بیرون که میرم برای عادی سازی یه سرم میرم دکتر. باشه برو. کاش میشد بیشتر از اینا به هم دیگه توجه میکردیم. همین که فعلا ازدواج کردیم کافیه. اگه سازمان بهت امر نمیکرد بازم با من ازدواج میکردی؟ نمیدونم. تا حالا بهش فکر نکردم. خب الان فکر کن. شاید. ولی تو اگه از من خواستگاری میکردی من حتما جوابم به تو مثبت بود. خیلی دلم میخواست توی موقعیت قرار میگرفتیم و به خاطر خودمون با هم زندگی میکردیم. این حرفو چیه داری میزنی؟ میگن وقتی خیال بافیه رفیق؟ بهت گفتم وقتی با هم تنها هستیم به من نگو رفیق. بهت میگم رفیق چون تشکیلات اینجوری میخواد. نوشین یه علایتی بیاری این اتاق سرده. تب داری کامران؟ تبت هم بالاست. بی برو استراحت کن من جات وای میستم. ساعت شیفتم مونده. من هستم من جات وای میستم تو برو استراحت کن. باشه پرده فاصله بکن.
بهتری؟ سردت نیست؟ نه الان برای صبح میارم. نوشی به ریحانه بگو وایس پشت پنجره. باشه. سلام، صبح بخیر. به به، چه صبحانه مفصلی، بد نگذره؟ چطوری کامران؟ تو مریض شدی؟ آره بابا مریض شدم. که؟ دیشب. اوه، چه تبی داره؟ ضعف داری؟ خوردی قرص؟ آره بده از این سوپه بهش بدم. خوبه، حالا تا جایی که بتونی هرچی مایعات بیشتر بخوره بهتره. داریم چیزی؟ آره الان برای شیر میارم. شربت. خب بد نیست اینا. نوشین، تو داری با خودت چی کار میکنی؟ چند وقت خیلی بهم فشار اومد. خب باید استراحت کنی. کی از کامران مراقبت میکرد؟ دکتر چی گفت؟ گفت باید استراحت مطلق باشی. گفت با این وضعیتی که تو داری بهتر بستری بشی. من متوجه نمیشم تو چرا قضیه رو به کامران نمیگی؟ اون پدر بچه هست. وقتی هنوز تو رو به میگی رفیق، وقتی به من به چشم زن واقعیش نگاه نمی کنه، چی جوری بگم بار دارم؟ نمیدونم، بکنم از تنبیه تشکیلاتی میترسه. منم میترسم سبر. مهم اینه که تو بار داری. تو اصلا حواست به خودت هست؟ حواست به بچه‌ت هست؟ من همه فکر و ذکرم بچه‌م. خب پس اگه میخوای زنده بمونه باید به کامران بگی، همین امروز هم بگی. سپه سلام. صحبت بخیر. بیا در مورد این دستگاه توضیح بده. این هرچی باش کلنجار رفتم رو استبلیو نگرفت، ولی روی اف ام اگر بین این دوتا طول موج بگذارینش یه کاری کردم که بردش دو برابر شده. خیلی خوبه، آفرین. فقط باید ببریم جای مختلف تستش کنیم. آها، اینو هر جای تهرون هم بزنیم بخش عمده ای از منطقه های اطرافش رو پوشش میده. حالا اگه باز یه خورده زمانم بیشتر بود میتونستم یه کاری کنم همین بردش هم دوباره بر بشه. همین که کل تهران میگیره کافیه؟ تقریبا دیگه. طبق دستورالعمل خودت باید شنود کنی، هر روزم گزارش رو برای من بفرستی. فقط مثلا یه چیزی، من یه کاری باید دارم، میخوام باید حرف بزنم. بگو. تجربه تنها بشه. بریم بالا. انگار سر کارم گذاشتین، انگار فقط میخوان یه جوری زمانو بکشین. چرا باز زمانو بکشی؟ نمیدونم، هنوز خودم هم متوجه نشدم، ولی گفتم شاید به خاطر دستگاه شنود باشه. بس که انقدر با سیم و اوبیو اینجور چیزا کار کردی مغزت اتصالی کرده. هچرا جواب واضحی به من نمیدین؟ سپر تو دوچار توهم شدی. تو برای ما مهمی، من انکارش نمیکنم، اما سازمان برای اینکه اعضاشو نگه داره با اونو بازی نمیکنه. الان من اینجا مسئله تو رو حل کنم. همه مسائل تو توی جدول تو دو تا ستون تر و تمیز مینویسی. یه ستون مسائلت با سازمان، یه ستونم جوابای من. قرار ما ولی این نبود ناصر. تو من گفتی اینا رو تو نشریه چاپ می‌کنی، قرار بود همه اینو بخونم بتونیم در موردش بحث بکنیم. تو خودت اینو به من گفتی. آره خودم گفتم، ولی بعدم فکر کردم گفتم ممکنه این مسائل تو بچه‌ها ایجاد شک بکنه. خب مگه شک بده؟ خب تو بچه‌ها شک نکنن که به هدفشون ایمان پیدا نمی‌کنن، به یقین نمی‌رسن. سپه سازمان هنوز ریشه‌اش عمیق نشده، توان حسابی پیدا نکرده، یکم زمان بده بذار رشد کنه، پا بگیره، بعد هر کسی هر نظری داره 100% مخالفیت بیان کنه. ناصر تا
وقتی تفکری که هنوز پا نگرفته اجازه فکر کردن به بقیه رو نمیده، مطمئن باش پس فردا که جا پاش صفر بشه هر مغز رو که فکر کنه با گلوله میترکونه. مبانی همه کار سازمانی ما فکره. پس چرا تعمل هیچ فکر مخالفی رو ندارین؟ مگه هدف نهایی این سازمان جذب توده‌های مردم نیست؟ پس این قضیه رو چجوری میخواین توجیه کنین؟ نتیجه کارمونه که مردم به همون مومن میکنه، اون موقع است که دیگه مخالفتی وجود نداره. جواب رو مکتوب بد میدم. شب زرد چهش داداش الان میارم خدمتتون. مسئله اول، یه محموله یوزی و کلت 45 رسیده لای مرز کرمانشاه. متاسفانه دوتا خونه که پر از مهمات بودم لو رفته، جای هم نداریم. یه قراری باید بذاریم برای تحویل اونا. یکی اعضا تو خود معرفی کن. مسئله دوم، نتیجه جلسه مرکزیت رو اعلام کردم. طرحتون در مورد کلانتری قلهک هم بررسی شد. خب چی گفتن؟ چند تا مشکل امنیتی داره که بعدا برای توضیح میدم، فقط بعد آماده باشین زود عملیاتی شه. راستی پول خاصه بودیم باشه کنم خدمت داشتی گلم موشه جون با دستگاهشونت مشکل نداشتم. گزارشی رو که در مورد خونه شهرآرا داده بودین دقیق بررسی کردن. اتفاقا برگه برنده طرحتون دستگاهی که سپر ساخته، نه فقط واسه عملیات، تو خیلی از کارا به کارمون میاد. اصرار من واسه جذبش به خاطر همین تواناییش بود. اتفاقا مرکزیت میخواد که کارهای بیشتری بهش سپرده شه. سالو نیست فعلا درگیر عملیات بشه. سپر چرا مسئله دار شده؟ جدی نیست، فکر و خیال زیاد میکنه به خاطر همین درگیر مسئله شده. داره به عقیده شک میکنه؟ سرش که گرم باشه فکر و خیالش هم کمتر میشه. گزارشی که سپیده در مورد حرفای سپر داده بود خوندم. این مسئله باید زودتر حل بشه. ما از این مورد زیاد داشتیم. با صحبت میتونی حلش کنی. تو نظرش مصممه. اصرار داره موضعش تو نشریه سازمان چاپ بشه. مسئلهش نباید چیزی باشه که خودت نتونی حلش کنی. بخون نظریاتشو. اگه دیدی ایرادی نداره میتونه چاپ بشه. میگه راهی که سازمان داره میره همش از این است. بگو راه بهتر پیشنهاد بده. ببین اگه خوب بود به ما منتقل کن. احمق نیستیم که بخوایم راه پر از این را انتخاب کنیم. یک جلد کلام الله مجید، یک جام آینه، یک جفت شمدان، یک شاخ نبات، به انضمام بله 110 گرم شمشه طلا که تماماً بر ذمه آقا داماد دین است عند المطالبه تقدیم عروس خانم کنند. عروس خانم، آیا بنده وکیلم؟ با اجازه پدر و مادرم بله. مامان جون، الهی قربونت برم، من که ازت اجازه گرفتم. به خدا اگه همین الانم بگی راضی نیستی میرم مراسمو به هم میزنم. مامان یه چیزی بگو. چرا اینجوری میکنی؟ مهمونام منتظرن. مادر مرتضی هم میخواست بیاد پیشت.
اونم نگران شده. نمیتونم ببینم. الهام داره عروس میشه. یوسف هم نیست. الان یوسف هم کجاست الهه؟ الان کجاست بچه؟ هر جا هست سلامت باشه انشاءالله. شما دعا کن اتفاقی براش نیفته، زودتر برگرده. سیرین خانم پاشو، مراسم عروسی انشالله یوسف هم هست. شما بری آمرم یه سیمین. امروز یوسف نیست، فردا ممکنه من نباشم. بالاخره یه خانواده همیشه نمیتونن با هم باشن. در مورد این مسئله من فکر میکنم که تصمیم درستی گرفتیم. الان الهه باید برای ما خیلی مهم باشه. جای تو هم اونجاست. ای کاش یوسف هم بود، ولی حالا نیست. ما نباید سرنوشت الهه رو با سرنوشت یوسف گره بزنیم. پاشو پاشو، عروسی دخترته. اون به خاطر تو داداشت همه کاریو میکنه. یاد ندارم تو این 22 سال یه بار دستشون بلند کرده باشه. به خاطر رفتار زشت خودته که عصبی شد. اون اصلا برای عشق علاقه من هیچ ارزشی قائل نیست. مشکل اینه که تو بدبینی. شما هیچ فکر نکردی که داداش بعد از 3 سال که درسش تمام شده چرا برنگشته ایران؟ خب کسب و کارش اونجا خوبه، برای چی برگرده؟ مگه با ارتباطاتی که بابا داره نمیتونه تمام موقعیتو داشته باشه؟ بلکه بهتر. اما میدونست میاد تو خونه که همه اتفاقاتش تحت تاثیر شغل باباست. همه چی باید اونجوری پیش بره که وقت به حیثیت و آبروی شغلیش لطمه نخوره. بابا اگه با ازدواج ما مخالفت نمیکرد، شاید شرایط تو یوسفی نمیشد. بابا! 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 بابا!